بھاگوت گیتا فصل اول سوترای 23. بگذار آنان را که از طریق این نبرد خواستار خوشنود ساختن پسر پلید فکر دیتراشترا هستند را مشاهده نمایم. شهر این دیگر نکته روشنی بود که درویدهانا قصد داشت پادشاهی پاندواها را با نقشه های پلید و با همکاری پدرش دیتراشترا غضب نماید. بنابراین تمام کسانی که به درویدهانا ملحق گردیده بودند میباید از یک قماش باشند. آرجونا میخواست آنان را قبل از شروع جنگ در میدان نبرد ببیند تا بداند آنها چه کسانی هستند، اما به هیچ وجه قصد نداشت مذاکرات صلح آمیزی را به آنان پیشنهاد نماید. با این حال این نیز یک حقیقت بود که میخواست با دیدن آنان نیروی مقابل را که میبایست با آنها روبرو میشد برآورد نماید، هرچند که آرجونا به پیروزی اطمینان کامل داشت زیرا کریشنا در کنار وی نشسته بود. سوترای 24. سانجیا گفت: ای نواده بهارتا دهریشتترا، خداوند کریشنا پس از شنیدن خواسته آرجونا عرابه زیبا را به میان دو سپاه هدایت کرد. شرح: در این آیه آرجونا به نام گوداکشا خطاب می گردد. گوداکا یعنی خواب و کسی که بر خواب فائق آید گوداکشا خوانده می شود. خواب به معنی جهل و غفلت نیز هست. بنابراین آرجونا به علت دوستیش با کریشنا هم بر خواب و هم بر جهل فائق آمده بود. آرجونا به عنوان عابد و عاشق بزرگ کریشنا حتی یک لحظه نیز نمی توانست کریشنا را فراموش کند، زیرا این خصلت و طبیعت از آن عارف و مرید خداوند است. مرید خداوند چه در بیداری و چه در خواب هرگز نمی تواند به نام، شکل، صفات و شؤون الهی کریشنا فکر نکند. بدین ترتیب مریدان و سرسپردگان کریشنا فقط با فکر دائم به کریشنا می توانند بر خواب و جهل فائق آیند. این را کریشنا آگاهی یا سمادهی می نامند. کریشنا به عنوان هریشیکشا یا هدایت کننده ی حواس و فکر تمام موجودات زنده می توانست قصد آرجونا را از قرار دادن عرابه در میان دو سپاه دریابد. بدینسان کریشنا عرابه را به میان دو سپاه هدایت فرمود و چنین گفت. سوترای 25. خداوند در حضور بهیشمای پدر بزرگ، درونا و کلیه فرمان روایان جهان فرمود: ای پارت ها، به اجتماع تمام کروها در اینجا بنگر. شرح: خداوند کریشنا به عنوان روح متعال تمام موجودات زنده می توانست دریابد که در فکر آرجونا چه می گذشت. استفاده از نام هریشیکشا در این رابطه به مفهوم آن است که خداوند همه چیز را می دانست و همینطور مخاطب قرار دادن آرجونا با نام پارتها به معنی پسر پریتها که نام دیگر کنتیست نیز بی جهت نیست. کریشنا به عنوان یک دوست میخواست آرجونا را آگاه کند که چون آرجونا پسر پریتهاست، یعنی خواهر پدر خودش واسودوا، پذیرفته بود که عرابران آرجونا باشد. حال منظور کریشنا هنگامی که با آرجونا گفت کروها را بنگر چه بود؟ آیا آرجونا میخواست آنجا بیستد و نجنگد؟ کریشنا هیچگاه چنین چیزی را از پسر پریتها عمه خود انتظار نداشت. بدینسان خداوند با شوخی دوستانه‌ای فکر آرجونا را پیشگویی نمود. سوترای 26. آرجونا در میان دو سپاه میتوانست پدران، پدر بزرگان، معلمان، داییان، برادران، پسران، نوه‌ها، دوستان، پدرزنان و خیرخواهان خود را ببیند. شهر: آرجونا می توانست کلیه اقوام خود را در میدان جنگ مشاهده کند. او می توانست اشخاصی مانند بهورشراوا که هم دوره پدرش بود، پدر بزرگان بهیشما و سومادتا، معلمان مانند دروناچاریا
و کریپاچریا، دایان مانند شالیا و شکونی، برادران مانند دریودهانا، پسران مانند لکشمنا، دوستان مانند اشواتهما، خیرخواهان مانند کریتاوارما و غیره را ببیند. او همچنین میتوانست سپاهیانی را که شامل بسیاری از دوستانش میشد مشاهده نماید. سوترای 27. هنگامی که آرجونا پسر کنتی کلیه دوستان و بستگان خیش را مشاهده کرد، غرق در رقت و اندوه گردید و چنین گفت: شهر، هر انسانی که عبودیت و عشق حقیقی به خداوند دارد، از جنگی این چنین با بستگان و نزدیکان خود ناراحت و اندوهگین می شود و به شک و شبهه می افتد. آیه 28. آرجونا گفت: کریشنای عزیزم، با دیدن دوستان و بستگان که بدین گونه با روحیه جنگجویانه در مقابلم قرار گرفتند، اعضای بدنم به لرزه در آمده و دهانم خشک شده است. شهر، هر انسانی که عبودیت و عشق حقیقی به خداوند دارد، دارای تمام صفات خوبی است که در اشخاص الهی یا در فرشتگان یافت می شود. در صورتی که غیر عابدین هر چقدر هم در شایستگی های مادی حاصل از تحصیلات و فرهنگ پیشرفت باشند، فاقد صفات الهی هستند. بدین لحاظ آرجونا درست پس از دیدن خیشاوندان، بستگان و دوستان خود در میدان جنگ که تصمیم گرفته بودند با یکدیگر بجنگند، غرق دلسوزی برای آنان شد. آرجونا نه تنها در مورد سربازان خود از همان آغاز احساس دلسوزی می نمود، بلکه حتی برای سربازان جبهه مقابل نیز احساس ترحم داشت، زیرا مرگ آنان را به چشم می دید. و با چنین فکری اعضای بدن او شروع به لرزیدن کرد و دهانش خشک شد. او کمابیش از دیدن روحیه جنگجویانه آنان متحیر گردیده بود. عملا تمام بستگان نسبی آرجونا برای جنگ با او حاضر شده بودند. این امر برای عابد مهربانی همچون آرجونا سخت تاثیرگذار بود. وگرچه در اینجا ذکر نگردیده، ولی به سادگی میتوان تصور کرد که نه تنها اعضای بدن آرجونا میلرزید و دهانش خشک شده بود، بلکه او از روی دلسوزی نیز میگریست. چنین آثاری در آرجونا ناشی از ضعف نبود، بلکه به علت ترحم قلبی او بود که از صفات عابد پاک و خالص خداوند است. بدین سبب گفته شده است: کسی که به شخصیت اعلای خداوند عشق و عبودیت ثابت و پایدار دارد، دارای تمامی صفات خوب فرشتگان است. ولی کسی که عابد خداوند نیست، تنها دارای شایستگی های مادی است که ارزش چندانی در بر ندارد. این بدان علت است که چنین شخصی در سطح ذهنی سیر می کند و مطمئنن مجذوب فریبندگی های انرژی مادی گردیده است. سوترای 29. تمام بدنم می لرزد، مو بر تنم راست شده است، کمانم گاندیووا از دستم می لغزد و پوستم می سوزد. شرح: در دو حالت بدن انسان به لرزه می افتد و مو بر تن راست می شود. یکی در حالت شعف روحانی بسیار و دیگری از شدت ترس تحت شرایط مادی. در شناخت ها و ادراکات روحانی هیچ ترسی وجود ندارد. نشانه هایی که اینجا در آرجونا ملاحظه می گردد از ترس مادی، یعنی به خاطر از دست دادن زندگی است. این امر از نشانه های دیگر او نیز آشکار است. یعنی او چنان صبر خود را از دست داد که کمان مشهورش گاندیوا از دستش لغزید و چون قلبش از درون می سوخت، در پوست خود احساس سوزش می کرد. تمام اینها به علت ادراک مادی از حیات است. سوترای 30. ای کریشنا، ای کشنده ی دیو کشی، دیگر یارای ایستادن در اینجا را ندارم. من در حال فراموش کردن خیشتنم و ذهنم در گیجی و آشفتگی است. تنها نحوست و نگمبختی در پیش رو میبینم. شهر: آرجونا به علت بی صبری خود قادر نبود در میدان جنگ باقی بماند و این ضعف فکری باعث شد که او به حالت فراموشی از خود دچار گردد. دلبستگی زیاد به چیزهای مادی انسان را در چنین موقعیتی گیج و گمگشته می سازد. این ترس و عدم تعادل ذهنی در اشخاصی پدید می آید که شدیداً تحت تأثیر موقعیتهای مادی قرار می گیرند.
آرجونا در میدان جنگ فقط ناکامی را پیش رو می دید و حتی از غلبه بر دشمنان نیز احساس خوشبختی نمی کرد. واژه نیمیتنی ویپراتنی حائز اهمیت است، هنگامی که انسان در مورد آرزوها و انتظارات خود تنها با عدم موفقیت و ناکامی مواجه گردد با خود می اندیشد چرا من اینجا هستم؟ همه به خود و خوشبختی خود علاقمند هستند، در حالی که هیچ کس به ذات متعال علاقمند نیست. اکنون طبق اراده کریشنا، آرجونا علاقه به خود حقیقی یا به عبارت دیگر نفع حقیقی را نادیده می گیرد و به سان انسانی در جهالت و غفلت جلوگر می شود. نفع حقیقی در ویشنو یا کریشناست. روح مقید این را فراموش می کند و به این ترتیب از دردهای مادی رنج می برد. آرجونا چنین اندیشید که پیروزی وی در جنگ صرفاً برای او غم و اندوه در پی خواهد داشت. سوترای 31. ای کریشنای عزیزم، نمی توانم دریابم چگونه ممکن است نتیجه خوبی از کشتن بستگانم و در این جنگ حاصل شود. علاوه بر آن من نمی توانم هیچ گونه آرزوی پیروزی، سلطنت و یا خوشبختی ناشی از آن را در سر بپرورانم. شهر ارواح اسیر کالبد مادی بدون دانستن اینکه نفع حقیقی ما در چیزی است که ویشنو یا کریشنا اراده می کند، مجذوب روابط بدنی می شوند، بدان امید که در چنین وضعی خوشبخت گردند و با چنین ادراکی حتی سبب و به وجود آورنده خوشبختی مادی کریشنا را نیز فراموش می کنند. به نظر می رسد آرجونا حتی قوانین اخلاقی کشتریاها را فراموش کرده است. گفته شده است که دو نوع انسان شایستگی دارند به کره خورشید که بسیار قدرتمند و درخشنده است وارد شوند. یکی کشتریایی که مستقیما تحت دستورات شخص کریشنا پیشاپیش میدان نبرد را در نوردیده است و در آن جان باخته، و دیگر آن شخصی که از دنیا منقطع گردیده و کاملا وقف روحانیت است. آرجونا حتی به کشتن دشمنان خود تمایلی ندارد، چه رسد به خیشاوندانش. او میپندارد که با کشتن بستگان خود دیگر خوشبختی در زندگی نخواهد داشت و از این رو تمایلی به جنگیدن ندارد. درست مانند کسی که چون احساس گرسنگی نمی کند تمایلی هم به تبخ ندارد. حال آرجونا تصمیم گرفته است به جنگل برود و در ناکامی گوشه عزلت خود بماند. ولی او به عنوان یک کشتریا احتیاج به قلمروی برای فرمان روایی دارد تا بتواند به زندگی ادامه دهد، زیرا کشتریاها نمی توانند خود را به وظیفه دیگری مشغول بدارند. ولی آرجونا قلمروی برای فرمان روایی در اختیار ندارد. تنها فرصت آرجونا برای به دست آوردن قلمروی سلطنتی در نبرد با عموزادگان و برادران خود و باز ستاندن سلطنتی است که از پدرش به میراث برده است. ولی او علاقه به این امر نشان نمی دهد، بدین سبب که ترجیح می دهد به جنگل برود و با ناکامی در گوشه عزلت زندگی کند.